الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خداوند یاور مؤمنان است، ایشان را از تاریکی ها به روشنایی بیرون می آورد و کافران یاورانشان شیطان است که ایشان را از روشنایی به تاریکی ها می کشانند. ایشانند اهل دوزخ و در آن همیشه به سر می برند. الم تر الى الذی حاج ابراهیم فی ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تو به سوی آن کسی ندیدی که با ابراهیم درباره پروردگارش مجادله کرد؟ از اینکه خداوند به آن شخص پادشاهی داده بود، این گفت: پروردگار من ذاتی است که زنده می گرداند و می میراند. آن شخص گفت: منم که زنده می کنم و می میرانم. ابراهیم گفت: حقا که خداوند آفتاب را از مشرق می آورد، پس تو آن را از مغرب برار. آن کافر مبهوت و درمانده شد و خداوند قوم ستمگار را هدایت نمی کند. او کالذی مر علی قرية وهی خاوية علی عروشها قال انا یحییه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا مثال شخصی را که از دهکده گذشت که بر سقفای خود فرو ریخته بود، گفت: چطور خداوند اهل این دهکده را بعد از مردن آنها زنده می کند؟ پس خداوند او را 100 سال بمیراند، سپس او را برانگیخت، یعنی دوباره زنده گردانید، و به او گفت: چقدر در این حال درنگ کردی؟ او گفت: شاید یک روز یا قسمتی از روز درنگ کرده باشم. خداوند گفت: نه، بلکه 100 سال درنگ کردی. به غذا و نوشیدنی خود ببین، در آن تغییر نیامده است، و به سوی خر خود ببین، و برای اینکه تو را نشانه به مردم بگردانیم، و به سوی این استخوانها یعنی استخوانهای خر بنگر، چگونه آنها را از جای آن بالا می کنیم و به هم پیوند می دهیم، باز آنها را با گوشت می پوشانیم. هنگامی که برای او این حقایق آشکار شد، گفت: می دانم که بی شک خداوند بر هر چیزی تواناست. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتي
وَعَلَّمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ و به خاطر آور وقتی را که ابراهیم گفت پروردگارا برایم بنما که چطور مردگان را زنده می گردانی. خداوند گفت آیا باور نداری؟ ابراهیم گفت چرا نی، ولی برای اینکه دل من آرام گیرد چنین تقاضا کردم. خداوند گفت سپس چهار نوع از پرنده بگیر، سپس آنها را به هم آور، یعنی توته توته کن و به هم آمیز. بعد از آن بر هر یک از این کوها قسمت از آنها را بگذار، سپس آنها را بخواه، ایشان به سرعت به سوی تو می شتابند و بدان که خداوند صاحب قدرت منعی و با حکمت است. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرج می کنند مثال دانه تخمی است که هفت خوشه و در هر خوشه صد دانه می رویاند و خداوند برای هر کسی که بخواهد چندین بار زیاد می کند و خداوند گشایش گرو داناست. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا وأذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرج می کنند و در نفقه که کرده اند منتی نمی گذارند و آزاری نمی رسانند، برایشان ثوابشان نزد پروردگارشان است و بر ایشان ترسی نیست و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذى والله غنی حلیم. سخن پسندیده و گذشت از خیراتی که در پی آن آزاری صورت گیرد بهتر است. خداوند بی نیاز و صاحب حلم است. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أي مؤمنون، خیرات خود را با منت گذاردن و آزار دادن باطل نکنید، مانند کسی که دارایی خود را ریاکارانه برای زدن به چشم مردم خرج می کند و نی به خداوند ایمان دارد و نی هم به روز آخرت. پس مثال وی به سنگ صاف ماند که بر آن خاک باشد، بر آن باران تند ببارد و خاک آن را بشوید، چنین مردم قادر نخواهند بود از عمل خود حاصلی به دست آورند و خداوند گروهی کافران را رهیاب نمی سازد.